فوتبال. پیروزی بر علی عابدزاده باعث شده بود اون نسبت به این موضوع واکنش نشون بده. دوربین خاموش ببر پایین. بالا ایستاده ها؟ اسمش چیه؟ من برای که شفاف صحبت کنم، من عباس اسماعیل بگی ام، مسئول ساماندهی لیدرهای باشگاه. آقای عابدزاده امروز به کلینیک مراجعه کرد. دوستان لیدرم تو باشگاه بودن. من گفتم بچه به خاطر دروغایی که یکی از روزنامه‌ها این چند روز گذشته نوشته در رابطه با اینکه هوادارا توهین بهشون کردن سر تمرین، برنش بریم هم با امرضا احوالپرسی کنیم ببینیمش، هم بهش توضیح بدیم. وارد کلینیک شدیم، من حتی در زدم، گفتم داداش سلام، خیلی با اس، خیلی خوب، خیلی محترمانه اومدم بگم بابا این دروغا رو باور نکنین، بچهای ما همه شما رو دوست دارن، حتی ما برنامه داریم که روز بازی اول شما رو تشویق کنیم، اسطوره باشید. من پرسپولیس چند تا عابدزاده و دایی و علی پروین داره. بعد گفت بیا داخل. وقتی که هم داخل رو تخت بلند شد و چند دقیقه ایشون، حالا میگم ابن نرم تو رفاقت، انقدر عابدزاده برای فوتبال ما زحمت کشته، چهار تا چک و لغت زیاد مشکل درست نمیکنه. بنده رو زد و من حتی خانم پرستاری که بالا بود، دوستانی که همراه بودن، ماموری که اومد اونجا خودش تایید کرد، هیچی هم نگفتم. هر چی هم ایشون اومده دور مسابقه هیچی نگفتم، بازم هیچ حرفی نمیزنم، فقط به احترام زحماتی برای فوتبال ایران کشیده. ولی واقعیت اینه که فقط ما جز احترام هیچی برای ایشون دشنام دادید، میگن همچی چیزای دشنام چیزی بود. ایشون موقعی که روی تخت خوابیده بود، داشت فیزیوتراپی میشد، خانم تاجیک و خانم ستوده، دو تا پرستار کلینیک ما اونجا بودن. شما میتونید برید بالا از این دو نفر سوال کنید، شما خوب سوال کنید، هر چی که اونا میگن. هیچ بحث دیگه نیست. آقا کسی عکس نگیره. ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز بود که ظاهراً آقای عابدزاده وارد باشگاه پرسپولیس شدن. از سر و صدا که ایجاد شد متوجه شدیم که درگیری رخ داده. با پیگیری ماجرا مشخص شد که یکی از کارمندای ما در مواجهه با آقای عابدزاده متاسفانه مورد ضرب و شتم ایشون قرار گرفته و بلافاصله با پلیس 110 تماس گرفته شد. مامورین هم اومدن فضا رو تو باشگاه که فضای متشنجی بود آروم کردن و برای تکمیل پرونده این کارمند ما به همراه وکیلمون، به همراه آقای عابدزاده مربی محترم باشگاه سیلازین، راهی کلانتری شدن که انشالله ببینن که موضوع از چه قرار بوده. شما خودتون تماس گرفتید با پلیس؟ بله، کارمنده باشگاه تماس گرفت. حالا شخص اونایا به زاده گفتن که لیدر باشگاه سمت ایشون رفته و فحاشی کرده و بعد ایشون چون فحاشی شنیدن درگیر شده. حالا این اتفاق تو کلینیک باشگاه افتاده. دو تا از کارمندای کلینیک باشگاه از ابتدای ماجرا، دو تا از خانم هایی که پرستار هستن تو کلینیک مشغول هستن، شاهد ماجرا بودن. تو صحبتی که من حضور داشتم با مامورین پلیس انجام دادن این دو تا خانم، خدمتتون عرض بکنم که به هیچ عنوان اشاره‌ای نداشتن که کارمند باشگاه بهشون فحاشی کرده و اساساً این اتفاق صورت نگرفته، هیچ فحاشی صورت نگرفته و ظاهراً ایشون از اتفاقاتی که اعلام می‌کردن سر تمرین افتاده و سر تمرین افتاده بوده. ما این رو هم نمیتونم تایید بکنم چون با تماسی که با خوردبین داشتم ایشون اصلا تایید نکردن که سر تمرین. آقای دایی هم گفته بودن این سری فحاشی‌های شده که نباید. طبیعتاً باشگاه پرسپولیس هیچ توهینی رو به هیچ کسی تایید نمی‌کنه و خدمت شما تو بازی استیلازین و یه بازی دوستانم که داشتن گفتن به سرمربی تیم ما و آقای کاشانی همونجا توهینی شده که ما اون رو هم به حساب مسئولین باشگاه استیلازین نگذاشتیم و طبیعتاً کسی رو هم نفرستادیم باشگاه استیلازین که کسی رو اونجا مورد ضرب و شتم قرار بده. طبیعیه، این کارها روال خاص خودش رو داره. اگر کسی هم به کسی توهین کرده، مرجع قانونی میتونه تصمیم گیری بکنه که این فردی که توهین کرده مستحق چه مجازاتی